سلام بر شما بیننده آخر خط از نور هستید. طرح حکومت سرپرست از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری به نمایندگان کشورهای خارجی در کابل. احمد ولی مسعود نامزد ریاست جمهوری و جاوید لودین مسئول تخنیکی شورای نامزدان این طرح را به نمایندگان کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، روسیه، فرانسه، پاکستان، هند، ژاپن و نماینده یونما و ناتو در کابل ارائه کردند. قانون اساسی کشور اول جوزا را پایان دوره کاری حکومت پیش بینی کرده است. شورای نامزدان ریاست جمهوری میگویند باید حکومت سرپرست روی کار بیاید و انتخابات ریاست جمهوری تحت نظر حکومت سرپرست برگزار شود. آیا حکومت سرپرست روی کار خواهد آمد و رئیس جمهور غنی به طرح نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تن در خواهد داد؟ در این زمینه گفتگو میکنیم با آقای سید جمال خورشید، سخنگوی وفاق ملی. سلام بر شما آقای خورشید، بسیار خوش آمدید. آقای خورشید، طرح حکومت سرپرست از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری ارائه شد. کسانی که در اینجا شرکت کرده بودند، نمایندگان کشورهای خارجی، واکنششان در برابر این طرحی که پیشنهاد شد چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما همکاران گرامی، وقت همه بخیر. ببینید، وقتی که بحث از طرح حکومت سرپرست مطرح میشه، ما در نخستین قدم باید انگیزه و عامل اصلی و فلسفه پیدایش و چگونگی وجود این طرح از بطن اجماع 12 تیکه انتخابات ریاست جمهوری ما باید بدانیم که به اساس کدام دلایل این طرح وجود آمد. دو تا دلیل و دو تا بحث کلان باعث شد که طرح حکومت سرپرست با اجماع کلی میانی 12 تیکت انتخابات ریاست جمهوری 98 با بیشترین با در مجموع یا بالای صدها نهاد اجتماعی و شخصیت ها و احزاب سیاسی موافق به این کردن که حکومت سرپرست در چنین شرایطی ایجاد بشه. بحث اول، بحث عملکرده های انحصاری، ناکارآمدی چندین ساله حکومت وحدت ملی، مخصوصا جنای ارکی، شما می‌بینید که به لحاظ ارزی خدمات برای شهروندان و به لحاظ چگونگی ارائه یک پاسخ مثبت و مطلوب از نقطه نظر کارکردشان برای ملت افغانستان ضرب صفر بوده و میزان فقر، میزان ناامنی، میزان بی‌ثباتی و در کل امنیت ملی، جغرافی و سیاسی افغانستان چقدر نگران کننده و دشوار هست. و بحث دوم، بحث پره شدن عمر حکومت وحدت ملی هم به لحاظ توافقنامه سیاسی و هم به لحاظ ماده 61 قانون اساسی که بعد از اول جوزا سال 5 قانون اساسی اجازه نمیده که دیگر حکومت تداوم پیدا بکنه، ماموریت رئیس جمهور قبلی ادامه داشته باشه. حکومت سرپرست که سوی شماری از نامزدان 12 نامزد که شورای نامزدان را تشکیل دادن، آیا برآمده از دل قانون اساسی است؟ ببینین، ما گفتیم که وقتی قانون اساسی افغانستان به عنوان نسخه اصلی، به عنوان نقشه راه، به عنوان وثیقه ملی اگر مورد بحث قرار می گرفت، تمامی بنده ها و ماده هاش به نقض نمی شد و در واقع تطبیق می شد. هیچ نیازی نبود که حکومت سرپرست ایجاد بشه و در واقع گفتگوها میانی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اوج بگیره و تنش‌های داخلی هم بالا برود. ما باورمندی می سمون گونه که شما در مقدمه عرض کردین که این طرح سرپرست اول توافق بین 12 تا 13 14 کاندید صورت گرفته، بعدش هم تمامی سفارتخانه‌هایی که در کابل مقیم هستند و تمامی نمایندگان خارجیان، حتی مؤسسه اونما و حتی نمایندگانی هم که متعلق به سازمان‌های بین‌المللی است که در امور قضایای افغانستان دخیل هستند، از میکانیزم مدیریتی با روش با اصول های نظام محور و نظام مدار این تر اینا با آشنایی کامل پیدا کردن و امروز هم که در کانتینوتال بعد از چاشت امروز شما دیدین که در یک مجلس عمومی این تر اعلام شد و با تمامی راهکارها و سازوبرگهایی که اینا داشتن برای آینده افغانستان ریخته بودن. حالا گپ اصلی است که اگر واقعا حکومت وحدت ملی آقای غنی میتونست یک زعیم خوبی می بود، یک مدیری خوبی می بود، کارآمدی بیشتری می داشت و پاسخگویی برای مردم افغانستان در موقع صورت می گرفت، هیچ نیازی نبود که تیکت های انتخاباتی ریاست جمهوری برن به دنبال ایجاد و راه اندازی و تشکیل یک طرح حکومت سرپرستی. من باور اجازه بدید من یک جمله اخیر تکمیل بکنم. باورمندی می است که طرح حکومت سرپرستی در شرایط حساس و در شرایط بحرانی و در شرایط تداوم ماموریت فراقانونی آقای غنی یک طرح عقلانی با مکانیزم مدیریتی آن از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. جایگاه این طرح در قانون اساسی چی است؟
ببینید خود حکومت وحدت ملی جایگاهش در کجای قانون اساسی است؟ وقتی قانون اساسی افغانستان به عنوان شورای نامزدان یک طرح پیشنهاد کردن که قانون اساسی پیش بینی نکرد. ببینید وقتی که ما میگیم بحث طرح مطرح میشه، بحث اجماع کلی مطرح میشه، بحث نگاه ملی مطرح میشه، خب برآمده از درد مردم افغانستان است. مورد طور دیگری بحث کنیم. اول جوزا بر اساس پیش بینی قانون اساسی پایان کار حکومت است. حکومت باید تا اول جوزا انتخابات را برگزار میکرد و کسی دیگری میامد انتخابات نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام میشد، حکومت جدید روی کار میامد. حالا چنین نشده، پیشبینی قانون طرحی است که شورای نامزدان را کردن یا چیزی دیگری است در قانون اساسی؟ ببینیم مطابق متن سری قانون اساسی و ماده 61 قانون اساسی افغانستان، کل شهروندان افغانستان و نگاه ملت این بود که در اول جوزا انتخابات یا در واقع کرسی ریاست جمهوری برای رئیس جمهوری بعدی یا زعامت آینده سیاسی برای رئیس جمهوری بعدی تسلیم شود. وقتی که آقای غنی یکسره می آید، پا فراتر از قانون اساسی میگذاره، هیچ اعتنا و تمرکز و در واقع توجهی نسبت به قانون اساسی نمیکنه و از طرف دیگه هم کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 98 که متعلق به مردم افغانستان هستند که اینا با 100,000 شهروند رای دهی اینا آمده ثبت نام کردن و در واقع عالمی از دغدغه، عالمی از نگرانی و عالمی از امید و توقع دارند. وقتی که اینا میآیند با حاشیه کشانده میشوند در توزیع قدرت سیاسی، در ساختار قدرت سیاسی اینا کوچکترین مثلا دخل و تصرفی ندارند، خود طبیعتاً انتظار میرود که اینا هم حداقل از یک جای نه از یک جای کار شروع بکنند. ما باورمندیم است که وقتی قانون اساسی جدی گرفته نمیشه، آقای غنی فراقانونی عمل میکنه و تمامی صلاحیت ها در انحصار خودش است. تیکیت های انتخابات ریاست جمهوری در تبانی و در همسویی با دیدگاه مشترک خارجی ها، حامیان لوجستیکی و حامیان سیاسی و امنیتی حکومت های گذشته و ملت افغانستان و در تبانی با شهروندان افغانستان یک اجماع کلی سیاسی را ایجاد میکنن و یک طرحی که حداقل بتونه دو تا بحث کلان مدیریت بکنه، هم بحث گفتگوهای صلح که در یک پیچیدگی و در یک ابهامی بسر میبره و هم بحث انتخابات که برای مردم افغانستان خیلی حیاتی و ارزشمند و در واقع حیات بخش است. جزئیات طرح حکومت سرپرست که از سوی شماری از نامزدان مطرح شده چی است؟ ببینید طرح حکومت سرپرست دو تا کاری کلان داره که قبلا هم براتون گفتم که بحث انتخابات و بحث صلح در اولویت قرار داره، اما قبل از برگزاری و گفتگوهای صلح برگزاری انتخابات در محوریت این طرح با رئیس جمهوری سرپرست در واقع خیلی اساسی و ضروری است که یک بند کلانی از این طرح است که اگر آقای غنی به عنوان رئیس جمهور فعلی میخواد وارد طرح حکومت سرپرست شود، بدون کدام میکانیزم و بدون کدام محدودیت با انصراف کاندیداتورش میتونه سرپرست حکومت شود و این دو تا بحث مدیریت بکنه. وقتی که آقای غنی مشروط بر این که از نامزدیش منصرف از نامزدیش انصراف و در وقتی که از نامزدیش انصراف نمیته و میخواه که دقل ماموریتش تداوم پیدا بکنه در یک اجماع کلان سیاسی که متشکل از احزاب سیاسی، شخصیت های متحد ملی و نهادهای مدنی و اجتماعی، در واقع رسانه ها و آزادی بیان و یک بخش کلانی از نمایندگان خارجیان و تیکیت های انتخاباتی ریاست جمهوری این تر یک در واقع انتخابات درون سازمانی و درون تیمی صورت میگیره و رئیس جمهوری سرپرست انتخاب میکنن و دو تا بحث صلح و انتخابات اینا برگزار میکنن یا مدیریت میکنن. یک سوالی که پیش میاد است که بر اساس تر حکومت سرپرست چی کسی میتونه رئیس حکومت سرپرست باشه؟ آیا در مورد رئیس جمهور شما توضیح دادین؟ آیا کسی را شورای نامزدان در نظر داره که حکومت سرپرست را مدیریت بکنه؟ گفتم که اولین بحث برمیگرده به خود رئیس جمهور که اگر رئیس جمهور از کاندیدورش انصراف میتونه و آزادانه بدون کدام محدودیت و در واقع میکانیزم این گپا خودش رئیس حکومت شوه و کاندیداتوری خودش انصراف بودن. وقتی که آقای غنی از کاندیدورش انصراف نمیته، هنوز هیچ نوع توافق نهایی بر سر انتخاب و گزینش یک فردی واحد و رای یافتن و گزینش آن به عنوان رئیس جمهوری سرپرست هنوز توافق صورت نگرفته. تمامی پهلوهای این طرح هنوز مورد واکاوی قرار داره و حالا وقتی در واقع گفتگوها و در یک دیپلماسی بیرون از مرز افغانستان دارن اینا پیش میبرن که توافق جامعه جهانی را داشته باشن، با نهادهای بین‌المللی حرف بزنن، با نهادهای مدنی داخلی حرف بزنن و شخصیت‌های کلان ملی که متعلق به این جغرافیای سیاسی هستن و حرف و حدیثی دارن و متعلق به هیچ قوم، به هیچ آدرس و به هیچ تیکیت محدودی وقتی از حکومت سرپرست صحبت میشه کدام نهاد را شامل میشه؟ تنها نهاد ریاست جمهوری باید سرپرست باشه یا در کل
نادای سگانه یا قوی سگانه افغانستان. اولین حرفی از اینا بالا رئیس جمهور و هر دو معاونینش است که اینا باید او طرف شوان و یک ترکیبی یا یک مثلث دیگری بیاید و قضایای داخلی افغانستان مدیریت بکنه. به ساختار نظام سیاسی افغانستان و در واقع بیشتر نظام سیاسی افغانستان پابرجاست و هیچ نوع تغییری هم با وجود نمیاید. شما میدانید که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی میان دو تا تکیت انتخابات شکل گرفته. در این طرحی حکومت سرپرست ریاست اجرایی جایگاهش در کجاست؟ ببین تأکیدی بر سرپرست بودن بر ریاست اجرایی هم وجود داره؟ حالا حرف ریاست اجرایی هنوز سر زبان ها نیست. اولین فشار برای ریاست جمهوری است که خودی نهادی به نام ریاست جمهوری یک طرفه شود با هر دو معاونینش وقتی که مثلثی یا ترکیب جدیدی هم ریاست جمهوری را اشغال کرد و برنامه های داخلی و برنامه های کلانی حکومتداری مدیریتی را اینا پیش بردن و بحث ریاست اجرایی هم که خود به خود برآمده از متن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی جایگاه حقوقی، جایگاه قانونیش و جایگاه در واقع سیاسیش مشخص و معلوم است که نیازی برای توضیح و تفصیل در این مورد نخواهد بود. کسی دیگری هم برای سرپرستی در ریاست اجرایی پیشنهاد است از طرف شورای نامزدان؟ هنوز این فیصله و ای توافق صورت نگرفته. من باز هم میگم که حکومت سرپرست به خاطر مدیریت بحران داخلی و به خاطر جمع کردن تنش‌های داخلی و به خاطر در واقع تشکیل دادن زعامت آینده سیاسی افغانستان مبتنی بر انتخابات شفاف، مبتنی بر انتخابات سالم و مبتنی بر آرای پاک که متعلق به مردم افغانستان باشه ایجاد میشه و کل نگرانی های محورها و هسته های مرکزی حکومت سرپرست است که حالا جغرافی سیاسی افغانستان بیشتر از این تحمل خونریزی، بربادی و ایرانی و تباهی را ندارد. مردم افغانستان بیشتر از 4.5 سال تا 5 سال است که یکسره از احساساتشان، از عواطفشان، از آرای پاکشان استفاده سو صورت گرفته و آقای غنی نتوانست یک مدیر خوب، یک مدیر کارآمد و یک مدیری که هم بتونه نیازمندی های داخلی را جمع بکنه، هم بتونه به عنوان یک واحد و کنشگر مستقل و مقتدر افغانستان در مجامع بین المللی و در قضایایی که در بحث محیط بین الملل مطرح میشه اینو با معرفه بگیره. کل نگرانی تکیت های انتخاباتی است که این ملکیت و صاحب اصلیش پیدا بکنه و پروسه های ملی به موقع برگزار بشود و قانون انتخابات همان گونه که یک ماده از او تعدیل شد و استفاده از دستگاه بیومتریک به اولویت کاری این طرح مطرح میشه و انتخابات ریاست جمهوری 98 که در 6 میزان قرار است برگزار شود به گفته خودشان استفاده از دستگاه بیومتریک از اولویت این تر، از اولویت این خواست و از اولویت این اقدام کلان سیاسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. جایگاه روند سل در طرح حکومت سرپرست که سوی شمار نامزدان مطرح شده در کجا است؟ شما اولویت بندی تان را برگزاری انتخابات گفتید. این طرح باز هم گفتم که متشکل از دو تا محور است. محور اول برگزاری انتخابات در 6 ماه آینده که قرار است برگزار شود در رهبری حکومت سرپرست با تمامی جوانی پهلوها و نگرانی ها و مشکلاتی که وجود دارد و بحث دوم دوام دادن پروسه صلح، گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح با مخالفین مسلح با تحریک طالبان با هر جنایی که شما فرض بر این بگیرید که حکومت سرپرست پذیرفته شد، رئیس جمهور هم به این طرح تن در خواهد داد. اگر حکومت سرپرست روی کار بیاید و طالبان که یکی از شرایطشان گفتگو با حکومت سرپرست یا بدیل یا شبیه حکومت سرپرست باشه بپذیرن گفتگو با حکومت افغانستان را، در صورت اولویت بازم انتخابات خواهد بود برگزار انتخابات یا گفتگو و توافق به توافق رسیدن با طالبان؟ از نقطه نظر زمان بندی اگر فرض کردیم که حداقل آمدنی صلح قبل از انتخابات صورت میگیره پای مخالفین مسلح کشانده میشه، این جغرافیا از ناامنی، از تنش، از بی‌ثباتی و از ناراحتی ها در واقع نجات پیدا میکنه. مطمئنا کل مردم افغانستان با تمامی شخصیت های سیاسی ارجحیت میتن برای صلح، برای امنیت. وقتی که پروسه صلح و پروسه گفتگوی صلح به دوام کشانده شد، حداقل طولانی تر شد، انتخابات در اولویت است. برگزاری انتخابات با محوریت با رهبریت حکومت سرپرست در 6 ماه یا 5 ماه 4 ماه آینده قطعا اولویت داره و آنچه که برای مردم افغانستان اهمیت داره پیدا کردن کل مردم افغانستان در ساختار و در توزیع قدرت سیاسی به شکل عادلانه و در واقع معرفی این بستر سیاسی به نام افغانستان در مجامع بین المللی به عنوان یک واحد و عنوان یک نظامی که حداقل توانسته یک انتخابات را برگزار بکنه که زعامت آینده سیاسی افغانستان مبتنی بر آرای یا انتخاباتی
شفاف و عادلانه و مبتنی بر در واقع حضور گسترده مردم افغانستان در روز انتخابات است. دیدگاه نمایندگان سازمان های بین المللی در افغانستان و نمایندگان کشورهای خارجی در مورد تر حکومت سرپرست چی است؟ آیا توافق نظر هم وجود دارد در این مورد؟ اولین خوشبینی هایی است که تمامی حامیان حکومت وحدت ملی و حامیان خارجی که در افغانستان اینو سرمایه‌گذاری کردند در باب نظام سازی، در باب توسعه پایه‌های دموکراسی و در باب در واقع انکشاف داخلی، اینا اما خستگی، ناراحتی و در واقع اما تشویششان از چگونگی تداوم ماموریت آقای غنی اعلام کردند و قطعاً برای دوباره آمدن آقای غنی، برای تداوم ماموریتش، برای دوباره پیروز شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده، اینا قطعاً خوشبین نیستند. این میتونه یک نویدی کلان برای مردم افغانستان، برای شخصیت‌های سیاسی، برای گروه‌هایی که نگرانی دارن باشه. و از طرف دیگر در واقع پهلوهای طرح حکومت سرپرست برای خارجی‌ها ارائه شده که دو روز قبل در منزل آقای احمد علی مسعود که کاندید انتخابات ریاست جمهوری 98 است، اینا هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی برای خارجی ها، برای شرکای قدرت، برای شرکای استراتژیک حکومت افغانستان اینا اعلام شد و اونا در روشنایی این تر فیصله های بعدیشان اعلام خواهند کرد. حکومت میپذیرد فکر میکنید طرح حکومت سرپرست از سوی شورای نامزدان را؟ ببینید بحث پذیرش حکومت اگر قرار باشه، حکومت هیچ وقتی آماده پذیرش نیست. حکومت آنچه را که برش اهمیت دارد، چگونگی برگزاری پروسه ها را به نفع خودش است، چگونگی مدیریت روانده هایی که در واقع به نفع خودش رقم میخورد. و حکومت یکسره میبینیم که خلاف تمامی معیارات و اصول های داخلی و خلاف تمامی بندهای قانون اساسی، خلاف تمام آرزوها و آرمان های کلان مردم افغانستان عمل میکنه. اگر بحث پذیرش حکومت، اگر بحث کارآمدی حکومت، اگر بحث پاسخگویی حکومت مطرح میشد و حکومت میتونست به عنوان یک نهاد پاسخگو برای مردم افغانستان همکار باشد، هیچ نیازی برای راه اندازی و ایجاد یا بستری به نام حکومت سرپرست وجود نداشت. حالا در حالت ناگزیری، در حالت مجبوریت و در حالت رفتارهای فراقانونی و استفاده و عملکردهای نادرست و در واقع غیر عقلانی حکومت باعث شده است که تیکت های انتخاباتی وارد میدان شوند، به عنوان بازیگرای غیر مستقل و به عنوان متغیر های مستقل یا غیر مستقل در واقع در رونده ها دخیل باشند و برای آینده مردم افغانستان کاری بکنند که دیگر مردم افغانستان بیشتر از این رنج و تکلیف و ناراحتی و میدان نمیرند. بیش از اینکه به نمایندگان کشورهای خارجی راشا برای حکومت هم فرستاده شده؟ خب در اولین گفتگوها با حکومت مشوره صورت گرفته، از نمایندگان حکومت حضور پیدا کردن و حتی برای حکومتی ها هشدار دادگی است که اگر شما بیشتر از این خلاف میل مردم افغانستان و خلاف تمام اصولنامه ها و توافقنامه هایی که صورت گرفته و خلاف تمام بندهای قانون اساسی عمل بکنین، ممکن است که دیگر هیچ کسی تحمل نکنه و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 98 اینا وارد میدان شوند. که حکومت افغانستان با بی‌اعتنایی، با بی‌توجهی اکثرا شما ببینید که اعلامیه ها صادر میشه و از طرف سخنگویانشان با سخنان رکیک و زشتی که در واقع نوعی در واقع توهین برای شخصیت های سیاسی اینا صورت میگیرن و اونا در واقع یک جمع و جماعتی هستن که هر روز به دنبال صدور اعلامیه دروغین و در واقع نوعی مشخص حکومت چی بوده؟ این همه اعتراضات شده، اشتراهای هم قبلا حکومت دریافت کرده از سوی شورای نامزدان که در نهایت تر پیشنهاد شد و ارائه هم شده امروز. حکومت تا حالا پاسخش چی بوده؟ پاسخ قناعت بخش برای شما داشته؟ ببینین بیشتر از 1.5 سال تا 2 سال میشه که ما شاهد هستیم که در واقع نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و جریانات سیاسی وارد گفتگو با حکومت افغانستان هستن، با رهبری حکومت افغانستان هستن و حتی در واقع بسیاری از نسخه ها و نقشه های معقول و اصولمند و نظاممندی اداری و مدیریتی را برای حکومت ارائه کردن. بجای از اینکه حکومت اعتنا و پاسخ مثبت برای این طرح ها میداد، یکسر حداقل با رفتارهای لجام گسیخته شما در بحث کارآمدیش در 1.5-2 سال اخیر میبینید که چقدر دشواری ها را خلق کرد و چقدر بی ثباتی را ایجاد کرد و چقدر ویرانی را برای مردم افغانستان به میراث ماندند. حالا وقتش رسیدگی است که دیگر هیچ گونه توجه و دیگر هیچ گونه در واقع انتظاری نسبت برای صدور اعلامیه حکومت، نسبت به موضع‌گیری های حکومت و نسبت برای پاسخ منفی و مثبت حکومت باشه. خود شخصیت های سیاسی، خود شخصیت های ملی و در واقع حامیان بیرونی و از طرف دیگر تیکت های انتخابات ریاست جمهوری اینا مکلفیت دارن و در واقع حقوق شهروندی،
حقوق مدنی و سیاسی دارند که ایستاد شوم از این ملک دفاع بکنن و از تمامی فیصله ها عمل کرده های منفی حکومت اینا در واقع میتونن صد قرار بگیرن و به عنوان کسانی که حداقل برنامه دارن تر دارن و نسخه دارن و برای آینده برنامه دارن. ریاست جمهوری است تاکید داره اگر طرح شما از طرف حکومت پذیرفته نشه گام های بعدیتون چی است؟ حکومت بخواهد که انتخابات را خودش برگزار کنه. اولین اقدام تیکیت های انتخاباتی است که در داخل گفتگوها صورت گرفته، اعلامیه مشترک اینا صادر کردن، تمامی پهلوهای طرح به معرفی گرفتن و با خارجی ها حتی به توافق هم صورت گرفته. اگر حکومت اعتنا نکرد، حکومت از کرسی او طرف نرفت و این ترکیبی در واقع با امر رفتارهای ظالمانه خودش ادامه داد، حرکت های بعدی حداقل در زمان های آینده اعلام خواهد شد که از کابل با کل افغانستان در واقع در یک تفاهم مشترک با برنامه های مشترک با راه اندازی های رونده ها و پروسه هایی که حداقل بتوانند در واقع درمانگر درده های مردم افغانستان باشد در زمان های آینده و در فرصت های بعدی اعلام خواهد شد. در این گام های بعدی هم نمایندگان کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در افغانستان شورای نامزدان را همکاری و همیاری خواهند کرد. در اقدام اول سازگاری با خارجی ها صورت گرفته، توافق خارجی ها باید به دست بیاید و از طرف دیگر برای خارجی ها پاسخ نهایی داده شود که هدف از این طرح، هدف از ایجاد این طرح و هدف از تشکیل حکومت سرپرست در واقع برای چگونگی مدیریت پروسه صلح و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می باشد. سپاسگزار هستم. یک میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. درود مجدد، همچنان بیننده آخری خط از نور هستید. آقای فرزایی سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. آقای فرزایی، شورای نامزدان ریاست جمهوری طرح حکومت سرپرست را پیشنهاد کردند. پیشبینی قانون اساسی پس از اول جوزا در مورد دوام کار حکومت افغانستان چی است؟ به نام پروردگار، با عرض سلام خدمت شما مهمان محترم در بث و بیننده تلویزیون. متاسفانه سیاسیون در افغانستان روش های حقوقی را که بتانه مؤثر کارا و نتیجه و مسمر باشه، نتیجه بخش و مسمر باشه، به کار نمی بندن. اگر یادتان باشه در انتخابات شورای ملی هم همی احزاب آمدن بالای حکومت فشار آوردن که روش بایومتریک مورد استفاده قرار بگیره و ما وقت انتقاد کردیم که اینا بی وقت آزان میتن. یعنی شورای احزاب سیاسی در او وقت بی وقت آزان داده بودن و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم به وقت آزان دادن. شما فکر کنین که فردا اول جوزا یا پس فردا اول جوزا، شما فکر میکنین چرا به قول شما به وقت آزان دادن؟ آیا نا اغفال شدن؟ فکر میکنن که رئیس جمهور انتخابات را برگزار خواهد کرد و در اول جوزا انتقال قدرت صورت خواهد گرفت که بعدا چنین نشد؟ نه خیر، اینا اغفال نشدن به خاطر از اینکه تقریبا 4 ماه پیش همی حکومت اعلان کرد که ما انتخابات در اول چیز در ماه حمل برگزار کردن میتونیم، اگه یادتون باشه. یعنی 4 ماه ما برای این موضوع وقت داشتیم. 4 ماه پیش اگر اینا طرح خود ایران میکردن، بالای دو پافشاری میکردن، لابیگری میکردن در نزد مجامع بین المللی که اونا سر دولت افغانستان فشار میآوردن تا بالاخره اینا به قناعت میرسیدن. ولی متاسفانه اینا روش غلط را همیشه غلط استفاده میکنن. روش درست را اگر غلط استفاده میکردن بازم ما قبول داشتیم. روش غلط به مفهوم از اینکه اینا روش قانونمند را استفاده نمیکنن. شما ببینید اینا میگن که یک شخص به نام آقای غنی از رأس حکومت وحدت ملی پایین بیاید و بعداً نامزد باشه، ما مشکل نداریم. اگر از حکومت وحدت ملی پایین نمیاید، امید حکومت دوام بده و تحت عنوان سرپرست. چرا؟ یک حکومتی که به اصطلاح به زعم شما وقتش ختم شده، چرا حکومت سرپرست شود؟ ما روش قانونمند دیگه برش داریم. ماده 67 قانون اساسی افغانستان پیشبینی کرده. پیشبینیش چی است؟ قانون اساسی افغانستان ببینین 4 حالت خلع قدرت قانونی یا امو وکنسیه که در انگلیسی برش گفته میشه، اونو رو پیشبینی کرده که عبارت از وفات، از عزل، از موضوع مریضی صعب العلاج است و استعفا. این 4 حالت کرسی خالی میشه. این دیگه شخص مورد نظر قانون اساسی افغانستان نیست که چه شخصی باشه. کرسی ریاست جمهوری خالی میشه. در مورد اول جوزا پیشبینی چی است؟ بله، ما امیر خدمتتون عرض میکنم که وقتی 4 مورد را قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده، ممکن بعضی موارد دیگه پیش بیاد. مثلا شما فکر کنید ماده 67 قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده که یک شخص اگر رئیس جمهور همزمان با معاون اول و معاون دومش فوت میکنه،
رئیس مشاوران جرگه جایزه را پر میکنه. شما فکر کنین که رئیس جمهور با معاون اول و معاون دوم همزمان اگر استعفا بدن چی میشه؟ خب اینجا قیاس میشه از ماده 67 قانون اساسی افغانستان. قیاس به می میشه که یعنی اگر فوت کرده باشه، اگر استعفا داده باشه، اگر به مریضی صعب العلاج مواجه شوه، اگر عزل شده باشن. در چهار حالت معاون بعد از او رئیس مشاوران جرگه و بعد از او رئیس ولیسی جرگه و بعد از اون وزیر خارجه میتونه که سر به عنوان رئیس جمهور موقت سرپرستی انتخابات ریاست جمهوری به عهده بگیرن و در ظرف 3 ماه انتخابات را برگزار بکنن. حال فکر کنین که ختم دوره هم مشابه به کدام حالت است؟ ختم دوره غیر از این حالتی که ما خدمتتون عرض کردم، ختم دوره قانونی ریاست جمهوری مفهومش این است که خلاء قدرت قانونی به وجود میاد. خلاء قدرت قانونی که به وجود آمد، مواردی که در ماده 67 و 68 پیش بینی شده قابل تطبیق است. میتونه این خلاء قدرت قانونی را پر بکنه؟ بس همینجاست. اگر ما میایم از چوکات قانون اساسی افغانستان، اگر از چوکات قانون اساسی افغانستان یک حکومت بر کرسی ریاست جمهوری تکیه نزده که حکومت وحدت ملی همچون وضعیت را داره، پیشنهاد ما این است که ما چرا همین حکومت سرپرست بسازیم؟ چرا یک مشروعیت برش میدیم؟ ما برش میگیم که اگر از نامزدی ریاست جمهوری سال آینده یا امسال بگوییم، شکر هنوز امسال هم چندان مطمئن نیستیم انتخابات برگزار میشه یعنی، اگر از نامزدی ریاست جمهوری منصرف میشه، همین حکومت دوام پیدا کنه. ما چی ضرورت داریم که یک شکل دیگه برازی بدیم؟ اگر اساسی هم طرح نامزدان شورای نامزدان ریاست جمهوری هم یکی از موارد همی است، اگر حکومت رئیس جمهور میخواد رئیس جمهور باشه از این شرکت در انتخابات منصرف شود. ولی باز اونجا بحث دیگر مطرح میکنن، میگن که به عنوان حکومت سرپرست دوام کار بده، یعنی قبل از این قانونمند بوده. مفهومی است که اگر بعد از اول جوزا ما این حکومت هم میگیم برو، قبل از این قانونمند است. نگرانی است، نگرانی نامزدان ریاست جمهوری است که چون رئیس جمهور خودش یکی از نامزدان است، ممکن استفاده سو بکنه در جریان کمپاین های انتخاباتی از امکاناتی که در اختیار حکومت افغانستان قرار داره. ما از این خاطر اینا باید سرپرست باشه تا اون مواردی را که در به عنوان یک سرپرست محدودیت های برای سرپرست وضع میشه و نمیتونه استفاده ایجاد بکنه. ما در افغانستان تحت عنوان سرپرست حالات مختلف را داریم. مثلا اگر رئیس جمهور غایب میشه، برای یک چند روز بیرون از افغانستان میباشد، مریض میشه، مثلا در داخل خانه میباشد، نمیتونه امور به صورت منظم پیش ببرد، در همچه حالات ما حکومت سرپرست داریم، یعنی کسی که سرپرستی ریاست جمهوری رو میکنه داریم. ولی ای که یک شخص خلاف قانون آمده بر کرسی ریاست جمهوری تک یک زده باشه و بعدن ما ایره به عنوان سرپرست معرفی کنیم، خود ما مشروعیت میتیم. قانون اساسی پیش بینیش در مورد حکومت وحدت ملی چی است؟ چون این حکومت یک شکل و شمایل دیگری داره، حکومت بر اساس یک توافق سیاسی رو من خدمتتون عرض کردم. حالا اگر شما در مورد ریاست جمهوری بگین، ریاست اجرایی قانون پیش بینیش چی است؟ من خدمتتون عرض میکنم. اگر از چوکات قانون اساسی افغانستان پیش میریم، پیشنهاد ما این است که آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی کارش دوام بده، نامزد ریاست جمهوری می باشه. اگر میخواد که نامزد ریاست جمهوری نباشه، اگر میخواد که نامزد ریاست جمهوری باشه، مطابق قانون اساسی افغانستان به یکی از اشخاصی که در ماده 67 پیش بینی شده، برای زینا به یکی از نهادهایی که در ماده 67 پیش بینی شده، حکومت را بسپاره تحت عنوان رئیس جمهور موقت اونا وظیفه بگیرن. ماده 67 قانون اساسی افغانستان به وضاحت پیش بینی میکنه که اگر رئیس جمهور و معاون اول همزمان وفات میکنن، معاون دوم که هم یعنی حکمان زمان ریاست دوری ریاستیشان ختم میشه. یک موردی جو آقای فرضی وجود داره، معاون اول رئیس جمهور سالها میشه در دفتر کارش حضور نداره، متهم است از طرف حکومت، نهادهای عدلی و قضایی. معاون دوم رئیس جمهور هم نامزد است، معاون نامزد ریاست جمهوری در انتخابات است. نهاد سومی که میتونه این مسئولیت را بگیره مشران جرگه است. مشران جرگه، رئیس مشران جرگه باید انتخابات شورای ولایتی برگزار میشد که برگزار نشده. باید 2 سال 3 مشران جرگه افغانستان هم توسط رئیس جمهور معرفی میشوند. مسئله حقوقی چی میشه؟ واقعا رئیس مشاوران جرگه در چنین حالتی میتونه مسئولیت به عهده بگیره؟ رئیس مشاوران جرگه با بحران مشروعیت حقوقی مواجه است. رئیس ولیسی جرگه انتخابات صورت گرفته. بیان رئیس ولیسی جرگه رو سرپرست بسازه. هنوز رئیس ولیسی جرگه مشخص نیست کی است. جنجال ها از لحاظ قانونی که مشخص است. بله. از لحاظ قانونی مشخص است. ولی از لحاظ سلیقه های شخصی اگر مشخص نباشه، او بحث داخل جرگه ایشان است. سپاسگزار به شما برمیگردم آقای فرضی. آقای خورشید، نامزدان ریاست جمهوری یکی بسیار نوقت اقدام کردن یا نوقت از آن دادن به قول آقای فرضی
و دیگری که از روش غلط، از راهی غلطی آمدن بر استدلال میکنند. ببینین از نخستین روزی ثبت نام از اینا به عنوان تیکت ها و بالا گرفتن تیکت های انتخابات ریاست جمهوری 98، اولین اعتقاد، اولین باورمندیشان این بود که حالا حکومت با تمامی سازوبرگ ها، با تمامی سازوگار ها، با تمامی نیت و اعتقاد تا اکنون پیش آمده، از این بعد نمیتوند دیقل در واقع فراقانونی عمل بکنه. و نسخه قانونی اساسی در دوست تمامی تیکت های انتخاباتی بود، میگون مطابق ماده 61، 67 و تمامی بنده هایی که در قانون اساسی تعریف شده که رئیس جمهور عمل بکنه. وقتی که رئیس جمهور یکسره عمل کردش خلاف قانون، نیتش خلاف قانون، برنامهش خلاف قانون، تعییناتش خلاف قانون و تمامی رفتارها و برخوردهاش کوچکترین مشابهت و سینخیتی با متن صریح و تعریف شده قانون اساسی ندارد. حالا نامزدان پس شما هم لازم دانستید از روش غیر قانونی وارد. ببینید وقتی که بحثی روش غلط و غیر غلط مطرح میشه، خب شرایط سیاسی مشخص است و در واقع نگاه مردم افغانستان مشخص است. حالا رفتیم که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از روش غلط اینا عمل کردن، یک حکومت سرپرست با میکانیزم، با اصول ها، با روش های دیگر اینا وارد میدان ساختن. بزرگترین دغدغه شورای نامزدان ریاست جمهوری چی است؟ بزرگترین دغدغه‌شون نقض قانون اساسی است، خلای قدرت مشروع قدرت است، یا دغدغه این است که رئیس جمهور در جریان کمپاین ها میتونه از امکان دولتی استفاده بکنه چون رقیبشان است؟ بزرگترین دغدغه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری برمیگرده به دغدغه و نگرانی مردم افغانستان، که نگرانی کل مردم افغانستان تطبیق حاکمیت قانونی اساسی بعد از این روشی که انتخاب کردید به دنبال قانون اساسی نرفت. ببینید وقتی قانون اساسی حتی از الف تا بای کار حکومت وحدت ملی کجاست با متن قانون اساسی عمل شده و 5 سال عمر حکومت وحدت ملی سراسر خلاف قانون اساسی عمل شده، یک کنش یا رفتار غلط و غیر قانونی حکومت را باید واکنش غیر قانونی پاسخ بده؟ ببینین وقتی یک آدم میآید به عنوان رئیس جمهور، کوچکترین خاص و پاسخ مثبت برای کوچکترین نیت مردم افغانستان یا کوچکترین عمل مثبت نسبت به کوچکترین خواست یک شهروند عادی افغانستان نمیداشته باشد. حالا در کنار تیکت های انتخاباتی خودشان تنها نیستن، بیشتر از 100,000 نفر مثلا واجد شرایط رای دهی با هر یک تیکت هست، اینا با خارجی ها وارد گفتگو شدن، با احزاب سیاسی وارد گفتگو شدن. ما در مورد بابا گفته آقا فضیل جوزه کسانی که صحبت میکنن صحبت نمیکنیم آقای خورشید، در مورد این صحبت میکنیم که پس از اول جوزا یا خلای قدرت مشروع به وجود میه و شورای نامزدان انتظار میرفت شورای نامزدان که این خلای قدرت را پر کنن. طرح پیشنهادی شما بر اساس قانون نیست، یک چیزی است که خلاف قانون و در قانون هم پیش بینی نشده. شما بدیلی نداشتین که چنین یک طرح ارائه کردین؟ ببینین وقتی که عدد تا خود آقای فرزایی مثلا از نهاد حقوق دانان افغانستان، یک بخش کلان خاصای از اینا هم بر مشابه خاصی شورای نامزدان انتخابات است که اگر رئیس جمهور در واقع میخواهد حکومت چه تداوم بوده و از انتخابات از کاندیداتوری انصراف بوده، تنها بحث خودش نیست، بحث هر دو معاونش هم مطرح است. ببینید اگر رئیس جمهور از نامزدی منصرف شود، شورای نامزدان به دنبال خلای پر کردن مشروعی خلای قدرت مشروع است. اگر از نامزدی رئیس جمهور شما حل خواهد شد. اگر از نامزدی رئیس جمهور انصراف بوده، خب یک نگرانی کلانش تیکت ها حل میشه و در واقع بهره برداری از امکانات دولتی برای پیروزی تیکت خودش اینا حل میشه و در واقع یک نویدی برای آینده خلق میشه که حالا رئیس جمهور چقدر از نظر کاندید نیست، تیکت ها انتخاباتی واقعا قابل بحث است، چقدر برای شما نگرانی ایجاد کرده نادیده گرفتن قانون اساسی توسط بازیگران قدرت به شمول رئیس جمهور و کسان دیگری که پیراموش هست. ببینین ما باورمندیم است که این نگرانی متعلق به 12 تیکت نیست، این نگرانی متعلق به 12 آدرس نیست و این نگرانی متعلق به 12 دفتر سیاسی نیست. این نگرانی و عملکردها ناکارآمدی حکومت متعلق به بیشتر از 30 چند میلیون شهروند عادی و غیر عادی افغانستان است، متعلق به حامیان بین المللی و منطقوی حکومت افغانستان است، متعلق به بتا به مخالفین مسلح که یک بخش کلانی از مخالفین مسلح حکومت امروزی افغانستان در پیروزی آقای غنی در سال 2014 اینو نقش داشتن، حتی خودشان به صراحت اعلام میکنن که دیگه قطعا غیر قابل تحمل و پذیرش است ماموریت حاکمیت و تداوم حکومت آقای غنی. حالا ببینید که اگر هر آدرس یا هر نهادی که وقتی که یک طرحی وارد میدان میاره و به عنوان یک بازیگر وارد قضایای سیاسی میشه، ما باورمندیم است که نیتی از اینا
اعتقادی از اینا و تعهدی از اینا اول سنجیده شود و گذشته از اینا نیز مردم افغانستان و آینده به شما از اینا برمیگردیم. بررسی گرفته آقای فرزه، اگر شورای نامزدان به دنبال قانون اساسی در مورد حکومت سرپرست نرفتن، ولی حداقل هر کدام این نامزدان که 12 نامزد هستند از کل اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری به صدها هزار نفر را به دنبالشان دارند و این شهروندان میتونن برایشان مشروعیت ببخشند، شما موافق هستید؟ بحث نامزدیشان مشروعیت میبخشه، ولی هر بحثی که اینا مطرح کنن مشروعیت نمیبخشه. در مورد طرح 13 لک نفر که در پشت سر از اینا استاد هستن، اما ما هم تاکید بر ازی داریم که امرای از اینا گفتگو شوه، نه اینکه طرح از اینا پذیرفته شوه. به خاطر از اینکه طرح از اینا هم طرح قانونمند نیست، ما گفتیم ما هدف ما چی است. ما هدف ما این است که اگر شما از مجرای قانون اساسی افغانستان پیش نرین، حکومتی که قانون اساسی را پذیرفته نمیپذیره، چطور طرح خلاف قانون شما را بپذیره؟ گیریم که امی حکومت وحدت ملی که گیریم نیست که حتما مطمئنا و یقینا که این طرح شما را نمیپذیره، شما چی کار میکنید؟ بحث اینجاست. بحث ما این است که اگر شما خلاف قانون اساسی افغانستان یک طرح داشته باشین، حامیان شما که 13 لک نفر یا 12 لک نفر هستن، اینا هم باز طرح شما را قبول نمیکنن، از طرح شما حمایت نمیکنن، به جاده ها نمیرزن، اینا نمیان از شما حمایت کنن، بنان این طرح شما طرح هوایی باقی میمونه. شما طرحی را باید پیشنهاد بکنین، طرحی را باید روش کار میکردین که او بر مبنای قانون اساسی افغانستان و دوباره برگشت افغانستان به طرف حاکمیت قانون میبود. ما هدف ما است، اگر نه بحث ما این نیست که امر از اینا صحبت نشه. ما هم طرفدار از این هستیم که کسانی که نمایندگی از 12 لک نفر افغانستان، 12 لک اتباع یا شهروندای افغانستان بر فعلاً میکنن، باید با امر از اینا صحبت شود. حکومت افغانستان اگر خود مشروعیت میبخشه، یکی از جمله بحث‌های مشروعیت اجتماعی شمی است که گویا ما با رقیب سیاسی خود که نامزد ریاست جمهوری بود در دور دوم جرامت کردیم. طرحی که مبنای قانونی و انعطاف پذیری ما را نشان میده. چقدر از طرف حکومت فکر میکنید قابل پذیرش خواهد بود؟ من گپای خودم تکمیل کنم. وقتی که با یک رقیب سیاسی اینا آمدن انعطاف پذیری نشان دادن و آمدن یک حکومت به اصطلاح غیر قانونی را به نام وحدت ملی جور کردن، چرا با 12 رقیب جرامت نکنند؟ اینا 12 نفر رقبای آقای غنی هستند. پس ما پیشنهاد ما چی است؟ پیشنهاد ما این است که طرح شورای نامزدان ریاست جمهوری هم بر مبنای قانون اساسی افغانستان باشد تا مردم از او حمایت بکنند. سپاسگزار هستم آقای خورشید. شورای نامزدان به دنبال باز کردن گره کار نیست، بلکه یک از روش غلط و غیر قانونی آمده. در نهایت چی خواهید کرد؟ اگر حکومت استفاده بکنه از قانون اساسی و بگه که این طرح شما طرح قانونی است که ما بپذیریم، در صورت چی میکنید؟ ببینید، ما در اولین سخنان خودم گفتم که این طرح ناشی یا برآمده از دو تا بحث بود. بحث اول پوره شدن عمر حکومت وحدت ملی، هم به لحاظ توافقنامه حکومت، هم به لحاظ قانون اساسی افغانستان. بر اساس توافقنامه که 3 سال پیش باید این عمر حکومت به پایان میرسید. گفتم که اگر 3 سال بعدم که اینا به اتمام رسیده بود، وقتی که لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار نشد، باز هم تنش ها و جنجال های خودش همراه داشت. و بحث دوم عملکرده های انحصاری و چگونگی ناکارآمدی و عدم پاسخ مثبت از نوع عملکردشان برای مردم افغانستان به عنوان شهروند. درست؟ حالا وقتی که تیکت های انتخاباتی وارد میدان میشن، اینا به خاطر باز کردن گره نیستن، اینا به خاطر تکیه زدن زعامت سیاسی هستن، به خاطر شریک شدن در ساختار قدرت سیاسی هستن. ما باورمندی میست که اینا غیر از این منظر و غیر از این زاویه میتونست از راه های دیگری وارد ساختار قدرت شوند، وارد یا دیقل. چرا وقتی شما یک طرح پیشنهاد کردید قانون اساسی را دور زدید؟ ببینید، قانون اساسی نادیده گرفته شده در طرح پیشنهادی شما که میتونست خلای قدرت مشروع را پر بکنه. اول ببینین، وقتی که تیکت ها منتظر بودن که قانون اساسی افغانستان تمامی ماده هاش عملی شود، مخصوصا پروسه ملی و روند به نام انتخابات به موقع برگزار شود، هیچ گونه اقدامی نسبت به برگزاری حکومت سرپرست و ارائه یک طرح متفاوتر از قانون اساسی و متفاوتر از حکومت وحدت ملی وجود نداشت. منتظری به جای رسید یا انتظاری به جای رسید که قانون اساسی افغانستان دور زده شد و رفتارها فراقانونی صورت گرفت و قانون اساسی افغانستان به عنوان وثیقه ملی چی که به عنوان یک نسخه کوچکتر هم نزد حکومتیان فعلی مورد اهمیت قرار نگرفت. حالا باورمندی ما است و تاکید اخیر ما است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری
این طرح را یکسره مثلا وارد میدان نساختن، با تمامی پهلوها و جوانبشان را در نظر میگیرن و قانون اساسی پیشروشون انداخته میشه مطابق متن سری قانون اساسی و در واقع خیر و فلاحی که برای مردم افغانستان بتونه حاکم شود اینو عمل خواهد تشکر کرد. آقای فرزایی شما چیزی گفتن دارید؟ ما عرف مایی است که اگر حکومت خلاف قانون اساسی افغانستان کار کنه و ما هم خلاف قانون اساسی افغانستان پیشنهاد کنیم دیگه کار بسته است. یک و دوم دیگه این انتقاد ما بر شورای نامزدان ریاست جمهوری این بود که بی وقت سر صدا بالا میکنن. پیشنهاد یعنی شما ببینید شما ببینید که 4 روز 2 روز 5 روز یک هفته به وقت به گفته از اینا به ختم دوره حکومت وحدت ملی باقی مانده باز طرح پیشنهاد میکنن چی وقتی تطبیق شود. ما میگیم که 4 ماه پیش اگر این موضوع مطرح میشد تا بال لابیگری میشد تاکید میشد بر قانون افغانستان چی پیشنهاد داره. پیشنهاد ما این است که اگر قرار بری است که آقای غنی به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح نباشه، ما میگیم امی حکومت نه اون به عنوان حکومت سرپرست، امی حکومت خلاف قانون باشه دیگه. حالا که تا 5 سال که بر گردای مردم افغانستان سوار بودن، یک 6 ماه دیگه هم 2 ماه دیگه هم 4 ماه دیگه هم بر ما فرقی نمیکنه. مشروط بری از نامزدی منصرف مشروط بری اگر قرار بری است که به عنوان نامزد ریاست جمهوری باقی میمانه و از قدرت کنار میره، بیاین پس دوباره به قانون اساسی افغانستان برگردیم. رئیس مجلس نمایندگان میتونه که یک شخص یک نهاد مناسب برای مدیریت باشه و الا اگر ما هیچ نهادی هم با مطابق با قانون اساسی افغانستان نداشته باشیم، فکر کنیم که رئیس مجلس نمایندگان مطابق قانون اساسی نیست، ما رئیس مشران جرگر میتونیم به عنوان سرپرست مطرح کنیم، به عنوان رئیس جمهور موقت مطرح کنیم، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. ما هدف ما این است که در اینمی دور 3 ماهه انتخابات ریاست جمهوری که تحت نظارت یک رئیس جمهور موقت صورت میگیره، در این دور ما بیم قانون اساسی افغانستان 100% دوباره تطبیق بکنیم. ما میگیم یک دروازه یک باب به خاطر حاکمیت قانون دوباره باز. سپاسگزار هستم. عبدالواحد فرزایی عضو رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و سید جمال خورشید سخنگوی وفاق ملی از حضورتون در این برنامه. و سپاسگزار از شما بیننده‌های گرامی. وقت بخیر، خدا نگهدارتان.